با خبر شدیم نادر طالب‌زاده، مجری و برنامه ساز مشهور تلویزیونی، بعد از یک روز بستری شدن در بیمارستان در سن 69 سالگی درگذشت. وی از دیروز در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود. طالب‌زاده مدت‌ها بود که با مشکلات قلبی دست و پنجه نرم می‌کرد. نادر طالب‌زاده که سابقه حضور در جنگ بوستون را داشت، از مدت‌ها پیش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته بود. سلام به همراهان خوبم، به کانال خودتون خوش اومدید. اگر میخواهید ویدیوهای جنجالی بعدی ما رو از دست ندید، لطفاً این کانال رو سابسکرایب بکنید و با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنید. ناظر طالب‌زاده مدت‌ها بود که به نارسایی قلبی مبتلا بوده و سال گذشته نیز دست کم یک بار بستری شده بود و مدت زیادی توی خونه به استراحت پرداخته بود. طالب‌زاده تابستان سال جاری در مصاحبه گفته بود که چند ماهی که دچار نارسایی قلبی و در خونه دوران نقاهت و بستریش رو میگذرونه. نادر طالب‌زاده مستندساز، تهیه کننده، مجری تلویزیونی و کارگردان ایرانی و دبیر کنفرانس بین‌المللی افق نو، دبیر جشنواره فیلم عمار و از مؤسسان شبکه افق بود. طالب‌زاده در دوران انقلاب اسلامی در آمریکا مشغول تحصیل بوده، اما در بحبوحه انقلاب به ایران برگشته و یک فیلم 35 دقیقه‌ای درباره گروگانگیری سفارت آمریکا ساخت. در واقع طالب‌زاده فعالیت هنریش را از سال 59 در صدا سیمای جمهوری اسلامی با ساخت فیلم‌های مستند آغاز کرد. طالب‌زاده از منتقدان سرسخت سیاست‌های ایالات متحده و رسانه‌های این کشور به شمار می‌آمد و معمولاً به عنوان مجری و کارشناس در برنامه‌های شبکه افق درباره این مسائل سخن می‌گفت و همیشه به خاطر اظهار نظرهای جنجالی و متفاوت شناخته می‌شد. همسر او زینب مهنا پژوهشگر و فعال حقوق بشر و اهل لبنانه. برخی مدعی شدند که طالب‌زاده در جنگ بوسنی نیز شرکت داشته. در بهمن ماه 78 نیز مرگ برادر طالب‌زاده که پزشک و استاد دانشگاه سیاتل بود در آمریکا بحث برانگیز شده بود و برخی مدعی شدند که دستاوردهای اون در زمینه یافتن پادزهری برای جنگ افزارهای میکروبی منجر به قتل اون توسط دولت آمریکا شده، ادعایی که توسط نادر طالب‌زاده رد شد و علت مرگ برادرش رو بیماری طبیعی اعلام کرد. برخی رسانه ها مدعی شده بودند که پدر او از سرتیپ های سابق ارتش ایران در دوران حکومت پهلوی است و به همین دلیل خونه و دارایی های اونا بعد از انقلاب مصادره شده بود. طالب‌زاده در سال 95 مدعی شده بود که هدف حمله بیولوژیکی قرار گرفته و در این باره گفته بود که یک سال و نیم پیش با گروهی از لبنان برای راه پیمایی 40 به عراق رفته بوده که چمدانش رو از هتلی که در نجف بوده از میان صدها چمدان برداشتن و 5 الی 6 روز بعد در کربلا نصف شب تحویلش دادن. اون گفته بود که لپتاپش رو خالی کردن و بررسی‌های کامل رو انجام داده بودن. از همون روز که چمدون رو تحویل گرفته بوده حالش بد میشه، اما متوجه این ماجرا نبوده. درست بعد از اون بوده که این اتفاقات افتاده، اما فکر میکرده اونا محتویات لپتاپ رو میخوان و گمان نمیکرده که کاری با خودش داشته باشن. از همون روز به بعد صفحه‌های خونیش آغاز میشه. طالب‌زاده تا قبل از انقلاب اسلامی در آمریکا بوده و تجربیات خوبی از اونجا کسب کرده بود. در فاصله اومدن از ایالات متحده آمریکا تا ایران ازدواج کرده بود و 4 فرزند، 1 پسر و 3 دختر داره که یکی در ابتدای دانشگاه، یکی دانشگاهی و 2 تای دیگه هم در بازار کار هستن. اون گفته بود که با اینکه تحصیلاتش رو در آمریکا گذرونده ولی تابعیت آمریکایی نداره و حتی گرین کارت هم نداشته و بعد از انقلاب هم امکان گرفتنش براش پیش اومده، اما هیچ وقت نخواسته اون رو بگیره. طالب‌زاده پیش از این نیز با اظهار نظر متفاوتش در مورد منشأ کرونا خبرساز شده بود. این مستندساز و کارشناس جنجالی در گفتگوی ویدیویی مدعی شده بود که حجاج در حج سالهای بعد از
رحلت امام همیشه با بیماری مشکوکی روبرو بودند که تب و سرفه داشته و از سال 2007 متوجه شده این بیماری همون کروناست و از مدت ها قبل وجود داشته تا با شور اسلامی ایران و حس خداجویی و عبادت بشر در حج مبارزه و جلوی عبادت گرفته بشه. طالبزاده مدعی شده بود که همیشه در زمان برگزاری حج نوعی آنفولانزا در عربستان سعودی شایع میشه، در حالی که این کشور سرد نیست و نباید همچین بیماری داشته باشه. طالبزاده در سخنان خودش در این باره گفته بود: چند سال پیش سارس و کمی بعد از اون بیماری‌های تنفسی از خانواده کرونا هستن از شرق دور به خاورمیانه و عربستان رسیدن و با توریسم زیارتی به بسیاری از جاهای دیگه رفتن و همه اونها با نام کرونا نامیده میشن و اینکه اسم همه اونها کروناست چیز مخفی نبوده. طالبزاده امروز در جمعه 9 اردیبهشت بر اثر نارسایی قلبی چشم از جهان فرو بست. پیکر نادر طالبزاده، مستندساز، کارگردان و مجری تلویزیون، یک شنبه در 11 اردیبهشت ساعت 11 از برابر مسجد بلال صدا و سیما تشییع میشه. پیکر این فعال رسانه‌ای و فرهنگی قراره در کنار شهید مرتضی آبینی در قطعه 29 بهشت زهرا به خاک سپرده بشه.